بینندگان عزیز سلام، ممنونم که تا این لحظه با ما هستید و امیدوارم باشید تا آخر این برنامه و برنامه های دیگه و تلویزیون مردم رو هم به دوستان خودتون معرفی کنید. خوشحالم که باز هم فرصتی پیش آمد تا با آقای جهانگیر شادانلو باشیم از پاریس. سلام میکنم خدمت ایشون و میکروفون رو در اختیار ایشون میذارم تا با شما صحبت کنیم. در همین هفته‌ای که گذشت اتفاقات جالبی افتاده، اون نامه‌ای که آقای ایرج مصداقی نوشته و خیلی ها به طنز و شوخی گفتن به زودی حتما آقای حسن دایی هم مجبور میشه نامه‌ای یا کتابی بنویسه، بلکه آقای رجوی و دیگر مجاهدین گوش کنن و یه مقداری به خودشون بیان. آقای شادانلو احوال شما چطوره؟ سلام میکنم و ممنونم که این وقت رو در اختیار من و بینندگان و شنوندگان قرار دادید. با سلام خدمت شما جناب سوری و بینندگان محترم تلویزیون مردم، با تایید صحبت شما در مورد آقای مصداقی و انشاءالله که آقای حسن دایی‌الاسلام و بقیه هم این کار رو بکنن و به رهبریت این فرقه بگن که دیگه کافیست این همه دروغ و تزویر و ریا و نوکری برای بیگانه. من هم در این برنامه مجدداً در همین رابطه صحبت میکنم و از نویسندهی در سوئیس که کتابهایی در این مورد نوشته و نمایندهی در نماینده مجلسی در فرانسه صحبت میکنم در همین مورد و کتاب ایشون، یک مقداری از کتاب این دو شخص رو براتون میخونم. ولی قبل از این یک مقداری راجع به اون فیلم که اینها دو هفته هست، سه هفته هست الان که در تلویزیونشون پخش کردن، راجع به این دیتیکه صحبت میکنم و شخصی که به همراه من اسمش برده شده و عکسش نشون داده و راجبش صحبت شده، آقای جواد فیروزمند. و اول بگم چرا فرقه رجوی دنبال راهی هست برای ساکت کردن من و جدا شده های این سازمان و چرا و چگونه من مأمور وزارت اطلاعات شدم. آقای فیروزمند کسی است که 25 سال با این سازمان کار میکرده، 20 سال در عراق بوده، 3 سال هوادار بوده، هوادار این سازمان بوده و در کمپ اشرف 20 سال اونجا کار میکرده. ایشون مهندس الکترونیک هستن و در کمپ اشرف به کارهای الکترونیک، کارهای برق و تأسیسات و ترابری مشغول بودن و آخرین شغلشون هم خرید لوازمی برای ماشینالات این سازمان بوده. هیچ زمانی هم در فاز نظامی سازمان نبودند و یک بار ایشون در سال 1380 از کمپ اشرف فرار میکنه، یعنی موقعی که به بغداد میامده برای خرید لوازم، اونجا محافظشو یا کسی که همراهش بوده جا میذاره و فرار میکنه و به منزل کسی میره که با ایشون آشنایی داشته، ازش لوازم یدکی میخریده، یک شخصی اهل ترکیه بوده که در اونجا مغازه داشته، میره خونه ایشون و در اونجا قایم میشه، پنهان میشه. البته ایشون مدت ها بوده اینطور به گفته خودش، تمام این صحبت هایی که من میکنم گفته های خود آقای فیروزمند، چون من اینا رو از قبل هیچ کدوم این جدا شده رو نمیشناختم، شاید اسمن بعضیشون. و وقتی که در اون منزل سه روز میمونه، کاغذ مدارک اینا باید تهیه میکرده که از عراق خارج بشه و البته سازمان قبلا میدونسته که احتمالاً این آقا میخواد فرار بکنه، چون با رهبریت سازمان مشکل داشته و منتقد سازمان بوده و بارها بحث داشته با مریم و مسعود رجوی در این مورد. وقتی که منزل این شخص میره و روز تقریبا سوم بوده که مدارک دیگه باشه باید آماده میشده و پاس و اینا که ایشون بتونه پرواز کنه به ترکیه، ماموران وزارت اطلاعات صدام حسین، چون هنوز صدام حسین سر کار بوده، میریزن در این خونه و ایشون رو دستگیر میکنن، میبرنش به وزارت اطلاعات، در اونجا ایشون رو کتک میزنن و بعد از 3-4 ساعت که
دست مامورین عراقی بوده، آقای مهدی ابریشمچی، شوهر سابقه مریم رجوی، کسی که در پاریس با اسم مستعار و قلابی بهمن تهرانی اقامت گرفته و پناهندگی، چون اینها متاسفانه اونطوری که من صحبت کردم در اداره پناهندگی با اشخاصی، رهبران این سازمان و کسانی که دستشون به خون ملت ایران آغشته است و خیانت در جنگ ایران عراق کردن، با اسمای مختلف در پاریس اقامت گرفتن و اصلا به اسمای خودشون نیستن، حتی خانم مریم رجوی. و این شخص در اونجا آقای فیروزمند زخمی و کتک خورده رو تحویل میگیرن و میبرن به خونه امنی که در بغداد داشتن، چون اینها پیشبینی این روزها رو میکردن برای کسان دیگه و برای کسانی که از عراق میخواستن از بغداد بگیرنشون و به کمپ ببرن، در اونجا خونه و اطراف بغداد هم پایگاه داشتن. ایشون رو در اون خونه میبرن و همین شخصی که در تلویزیون صحبت میکنه راجب آقای فیروزمند و اسم آقای فیروزمند رو میاره به اسم حسن نظام الملک، ایشون هم جز اون کسانی بوده که آقای فیروزمند رو در اون خونه امن شکنجه میکنن و کتک میزنن. و وقتی که این آقای فیروزمند روی زمین افتاده بوده، آقای ابریشمچی با نوک کفش پاش محکم به سینه آقای فیروزمند میزنه و جناق سینه ایشون رو میشکنه، استخون سینه شون شکسته که هنوزم جای اون هست، تو رفتگیش وجود داره. و جسم نیمه جان آقای فیروزمند رو به کمپ اشرف میبرن و در اونجا زندانی میکنن. و حتی آقای رجوی در جلوی جمع در یک صبحگاهی ایشون رو به اعدام محکوم میکنه و میگه حکم شما اعدام هست با این خیانتی که کردی و فرار کردی. خب ایشون به مقاومت خودش ادامه میده تا سال اوائل 83 یا اواخر 82 که حمله دوم عراق، امریکا به عراق میشه و به کمپ اشرف امریکایی ها حمله میکنن. ایشون از اون فرصت استفاده میکنه، با تعداد دیگه فرار میکنن از کمپ اشرف و به کمپ تیف که معروف به تیف بوده، متعلق به امریکایی ها بوده، به اونجا پناه میبرن و در اونجا مدت 11 ماه ایشون زندگی میکنه. چند بار تقاضا میکنه که همسرشون رو ببینن در کمپ اشرف ولی موافقت نمیکنن و میگن اجازه ندادن که شما بریم ملاقات کنی. حتی فرمانده اون نیروهای امریکایی که در کمپ اشرف مستقر بوده از ایشون میخوان و ایشون هم تقاضا میکنه از سازمان، ولی رهبریت سازمان قبول نمیکنن. و بعد خانم مریم رجوی، البته بهشون بعد اطلاع میدن که ایشون به فرانسه رفته، خانمشون با مریم رجوی که میاد قبل از جنگ به پاریس، میان به پاریس و بعد از 11 ماه آقای فیروزمند به پاریس میاد، هم به خاطر اقامت هم به خاطر این که بره همسرش رو ببینه و ازش بخواد بیان با هم زندگی بکنن. که وقتی به پاریس میرسه، متاسفانه اینجا در کشور فرانسه با امکانات زیاد مالی که این فرقه داره و یا مامورانی داره در جاهای دولتی یا با رشوه و پول اینها رو خریدن، همونطوری که در اداره پناهندگی از رؤسای اونجا با اینها در تماس هستن و هر مجاهد جدا شده ای به اداره پناهندگی مراجعه میکنه، اولین نفری که میفهمه این فرقه است که کی وارد شده و چی میخواد و چی میگه، متوجه ورود ایشون شدن. و وقتی که آقای فیروزمند هم تقاضا میکنه که خانمش رو ببینه، قبل از اینکه ایشون اقدامی بکنه، خانمشون رو برمیگردونن به عراق و آقای فیروزمند اقدام میکنه برای موندنشون اینها در پاریس، که خب مجاهدین متوجه میشن و منی که اطلاعی از این مسائل نداشتم و حالا انجمن فرهنگی داشتم و کار خودم رو داشتم میکردم، ایشون به من مراجعه میکنه، اولین نفری بوده از سازمان مجاهدین که جدا شده بوده و به من مراجعه کرده برای کمک و اقامت و کارهای دیگه که لازم باشه. از اونجا من تو این
اگر بگیم دردسر و مشکلات از اونجا افتادم و از اونجا بود که من مأمور وزارت اطلاعات شدم که یک میتینگی ما برگزار خواستیم بکنیم، یک نشستی که کمک کنیم به جدا شده ها و ایرانی هایی هم که میتونن بیان کمک بکنن، که خب اینها فهمیدن و آمدن با اون فیلمی که خودشون تهیه کردن، دوربین هایی که آورده بودن و میدونستن البته چی کار میخوان بکنن، چون مقدارشون آوردن و اون برنامه رو به هم زدن و سه نفر از این جدا شده ها رو کتک زدن، خونیشون کردن، دماغ و دهنشون رو شکستن و اون مسائل چاقو کشی اینا رو مطرح کردن و فیلم کردن، خودشون هر جوری که میخواستن روش صحبت گذاشتن و پخش کردن. بعد از این چون من با این تهدید اینها و این کار اینا عقب نشینی نکردم و به کارم ادامه دادم و به کمک به بقیه‌ای که آمده بودن، اینها اون مسئله کتاب آقای ایبونه رو مطرح کردن، چاپ کردن به اسم ایشون. ایشون هم از حقوق بگیرای سازمان مجاهدین هست، بوده و هست، همین رئیس سابق ضد اطلاعات فرانسه، که خب ما اونم آوردیم به دادگاه و اینا در دادگاه باختن دادگاه رو و معلوم شد که این آقا اصلا این کتاب رو نخونده، این کتاب آقای مهدی ابریشمچی یا همون بهمن تهرانی که اینجا با اون اسپانهنده شده، آمدن در اون دادگاه هم شهادت دادن، کتاب ایشون نوشته بوده و اسم آقای ایبونه رو اونجا گذاشتن. و بعد از اون باز مجددن چون اینا دیدن نخیر، من از راهی که در پیش گرفتم با تمام تهدیداتی که کردن، چه جانی چه حضوری، چه با تلفن چه با پیام فرستادن، به کار خودم دارم ادامه میدم، رفتن سراغ اون نامه معروف پنتاگون، دیگه دست به دامن این جعل و دروغ جدید شدن که این مأمورشون هم در امریکا، لابیشون آقای حسن دارالاسلام هم بهش سفارش کردن که تبلیغ راجع به این بکن، که ایشون هم این کار رو در چند جایی که میتونست انجام داد ولی خوشبختانه به نتیجه نرسید. و همینطوری که آقای مصداقی هم نوشتن، دیگه برای همه مشخص هست که این فرقه دنبال چی هست و جایی در بین ایرانی ها و در ایران نداره، همونطوری که خود اینها میدونن و خانم مریم رجوی در تمام این سالها در اروپا با یک ایرانی اپوزیسیون یا مخالف دولت تا به حال روبرو نشده و ملاقاتی نکرده، فقط و فقط دنبال خارجی هاست، چون میدونه که در ایران جایی ندارن و میخوان اگر امکانی باشه با کمک خارجی به ایران برگردن. بعد از این مسئلهم که نتیجه نداد، این فیلم رو درست کردن که خب باز خوشبختانه دیدیم این فیلم هم بعد از دو سه هفته پخش نتیجه نداد، نمیدونم حالا دیگه دنبال چی هستن بعد از این فیلم. ولی من به رهبریت این سازمان توصیه میکنم یک بار برگردن و به گذشته و پرونده ننگین و پر از جنایت و خیانت خودشون رو نگاه بکنن از سال 60 و اون جنایاتی که در ایران انجام دادن و به اروپا آمدن، رفتن به عراق، خیانت به مردم کشور، به کشور و به نوکری در آمدن صدام حسین و مزدور کشور بیگانه شدن، کشتن شیعیان، کردها در عراق و هر رذالتی که ممکن بود در این سالها اینا انجام دادن. الان هم که به نوکری امریکا مجددن در آمدن و به این امکان که ممکن هست اینا پشتیبانی از اینا بکنن و اینها رو در ایران به قدرت برسونن. ولی من این نسل جوانی که در ایران میبینم فکر نمی کنم اجازه چنین کاری رو به کسی بده و اجازه بده بار دیگر کشور ما بعد از این دیکتاتوری ننگین اسلامی گرفتار یک همچین سازمان فاشیست یا فرقه مذهبی فاشیستی بشه. امیدوارم که اینطوری خواهد شد. به همین دلیل من چند کتاب مطالعه کردم. خوشبختانه تنها ما ایرانی ها نیستیم که از این فرقه و از این سازمان شناخت پیدا کردیم. حالا درست تعداد معدودی هستن که ایستادن برای این که این چهره اینها رو، چهره واقعی اینها رو نشون بدن، ولی میبینم که یا از طریق پیام ها که مردم ایران واقعا
از اینا به طور کل بریدن و جایی در ایران ندارن. در اروپا هم اینطوری که اینها نشون میدن و به مجالس میرن، یعنی مجلس های اروپایی، اینها فقط و فقط با پول و آشنایی هست و پارتی بازی هست. اینطور نیستش که اینها رو میخوان پشتیبانی بکنن یا اینکه شناختی دارن. سه کتاب یک نویسنده سوئیسی به نام آقای گسلر در سوئیس انتشار داده و یک کتاب یک نماینده مجلس سنا در فرانسه. من مختصری از این دو کتاب رو، این دو نویسنده رو براتون بازگو میکنم برای شنوندگان و بینندگان عزیز که شما ببینید نه خارجی هم هستن، انسانهای باشرفی هم هستند، به غیر از کسانی که حقوق بگیر اینا هستند، هستن کسانی که حقیقت رو میگن و تحقیق میکنن و این مقالات و کتابا رو انتشار میدن برای آگاهی مردم کشور خودشون و بقیه. من این تیکه کتابا رو از رو میخونم که اشتباهی نشه. عرضم خدمت شما، نویسنده به نام آنتوان گسلر هست که روزنامه نگار و نویسنده است در کشور سوئیس. سه کتاب این چاپ کرده به نام های کالبد شکافی یک انحراف، در دومی در زنجیرهای دروغ و سوم کتابش به نام دزد روح. من از کتاب سومش که به تازگی چاپ شده مقداری رو براتون میخونم. ایشون در این کتاب خودش پرده از روابط ایدئولوژیک و مناسبات درونی و میزان دیکتاتوری مسعود و مریم رجوی پرده برمی‌دارد و رهبران این فرقه را چنین معرفی می‌کند: رهبرانی که زندگیشان با کیش شخصیت سپری می‌شود و به همراه نزدیکترین یاران متعصب و متحجر خود دست به هر جنایت و خیانتی بر علیه کشور و مردمشان می‌زنند. این کتاب در 8 فصل نوشته شده که هر یک از آنها نگاهی عمیق و تاریخی بر عملکرد این فرقه و آنچه اعضا و تشکیلات آنان را به بیراهه برده است راهنمایی می‌کند. به خصوص در مورد کنترل ذهن، مغزشویی، شهیدپروری و شهیدپرستی و تبلیغات. در این کتاب به دوستی رهبران فرقه با عبدالمالک ریگی فرمانده تروریست جندالله پرداخته و همچنین روابط آنها رو با جنگ طلبان آمریکایی زیر سوال می‌برد. بخش دیگه این کتاب راجع به تحریکات فرقه در عراق برای ایجاد آشوب‌های شهری پس از سقوط صدام می‌پردازد و در قسمت دیگر به مسائل کردکشی اشاره شده و چگونگی مشارکت آنها را با صدام حسین در سرکوب کردها و شیعیان عراق در سال 1991 شرح می‌دهد. گسلر در این کتاب ضمن پرداختن به قتل دانشمندان هسته‌ای ایران توسط عوامل فرقه و سازمان موساد اسرائیل، معتقد است که حفظ این فرقه در مرزهای عراق با ایران در راستای جهتگیری سیاست جنگی امریکا در قبال ایران می باشد، چرا که این گروه خلع سلاح شده خیلی سریع می تواند مجدداً مجهز و اسلحه شده و برای تجاوز به خاک ایران تحت امر امریکا فعال گردد، همانطور که تعدادی از آنها هم اکنون در امریکا تحت تعلیم هستند. در فصل دیگری به نقش زنان در فرقه می‌پردازد و معتقد است چون کنترل آنها ساده‌تر از مردان بوده و مسعود رجلی مردها را بجز عده‌ای معدود که سرسپرده خودش هستند بقیه را خلع سلاح کرده و خلع درجه کرده و درجه‌های فرماندهی را به زنان اعطا کرده، زنانی که می‌بایست روحاً و جسماً بعد از طلاق تحت امر مسعود رجلی قرار گیرند، بعد از طلاق از شوهرانش. مصاحبه با خانم بتول سلطانی عضو جدا شده شورای رهبری بیانگر نکات جدید و تکان دهنده در این کتاب می باشد.
که جز خانم سلطانی شهادت تعداد دیگری از جدا شدگان فرقه تروریستی رجوی مانند آقایان کریم غلامی، روح الله تاجبخش، علی جهانی فرد و مهرداد ساغرچینی در پایان کتاب آورده شده است و تصویر روشنی از مناسبات درونی این فرقه جنایتکار را روشن می‌کند. و اما در پاریس، خانم ناتالی گوله، وکیل و عضو مجلس سنای فرانسه، عضو کمیسیون خارجی وزارت امور خارجه و عضو کمیسیون نظامی نیروهای مسلح فرانسه که تخصص ایشان در ناحیه خلیج فارس بوده و سالها سعی می‌کند نقاب از چهره مجاهدین خلق برداشته و هر بار که ممکن باشد در مجلس سنا هویت اصلی آنان را افشا می‌کند. کتابی انتشار داده به نام مجاهدین خلق، فرقه‌ای در قلب جمهوری. شروع این کتاب تحریکی است با هشدار به سناتورها و نمایندگان مجلس فرانسه. با این هشدار آغاز می‌کنه کتابو و ابتدا از تأسیس سازمان و اینکه اعتقاد آنان به مشی مبارزه مسلحانه و تروریست دست نخورده باقی مانده و تا کنون نوشته ای از طرف این گروه تروریست منتشر نشده که اثبات نماید که خشونت و ترور دست برداشتند. همزمان با افشاگری در مورد این فرقه در کتاب خود به اثبات حضور یک فرقه تمام عیار در قلب کشور فرانسه می‌پردازد. لابیگری فرقه در مجلس سنا و مجلس نمایندگان. او می‌گوید دسامبر 2011 در پارلمان فرانسه توماری دست به دست می‌گشت که توسط 74 سناتور و 282 نماینده امضا شده بود. در آن تومار خواستار حمایت از مجاهدین خلق و همچنین تضمین حمایت بین‌المللی از کمپ اشرف در عراق شده بود. از آنجایی که می دانم تعداد زیادی از این نمایندگان که فکر می کنند با حمایت از سازمان مجاهدین از دموکراسی در ایران پشتیبانی می کنند، باید تایید کنم که امضا کنندگان تقریبا هیچ چیز از گذشته و تاریخ این فرقه نمی دانند. به همین دلیل به نظرم رسید که با یادآوری گذشته و اینکه این سازمان خود را سازمان مارکسیست اسلامی می دانند مفید خواهد بود. ایشان در قسمتی از کتاب به کردکشی این فرقه در عراق می‌پردازد، این آقای گسلر که تحقیقات زیادی در این مورد کردن، از روابط بسیار نزدیک این سازمان با دشمن مردم ایران صدام حسین دیکتاتور سابق عراق می‌پردازد. بعد از حمله اول امریکا به عراق به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و شورش کردها در شمال و شیعیان در جنوب حکومت صدام عمیقاً بی‌ثبات شده بود و از سازمان مجاهدین به عنوان یک ارتش خصوصی استفاده نمود و با عملیات مرواری در مارس 1991 کردها و شیعیان عراق را سرکوب کردند. در همان ایام مطبوعات آمریکایی سخنرانی مریم رجوی را که از اعضای مسلح مجاهدین خواسته بود که کردها را زیر تانک‌های خود له کنید تا برای آنها گلوله مصرف نشود منتشر نمودند. در جای دیگر از کتاب بنویسند که نقش مجاهدین در جنگ مشارکت با صدام، حسین شنود، تربیت و اعزام واحدهای تروریستی به ایران بسیار بارز و غیر قابل انکار است. به همین دلیل از دید مردم ایران که خانواده ها و یا نزدیکان خود را در جنگ از دست داده و با بخشی از مردم ایران که از تروریسم مجاهدین خلق در شهرها آسیب پذیرفته‌اند خائن هستند. او این مسئله را به اعتبار و رو به زوال آنان در جامعه نسبت داده و گفته است مجاهدین خلق که خائن به مردم ایران بودند به صورت آرام و تدریجی از اثرگذاری در ایران خارج شده و رفته رفته در بین مردم فراموش شدند. او در ادامه می‌نویسد وقتی مریم رجوی جرأت می کند در میتینگ 18 جوان 2011 در ویلپن پاریس خودش را شاردوگل قهرمان ملی فرانسه مقایسه کند، این همان چیزی است که فرانسه باید بفهمد چرا مریم رجوی به این شکل می خواهد اتحاد سازمان مجاهدین را با صدام حسین توجیه کند. چگونه گروهی که از مدت ها پیش در کشور خودش جایگاهی ندارد
می تواند تحلیل و مشاوره درباره کشورش بدهد. در چارچوب دموکراسی آیا هر گروه مخالفی که اظهار نظر نماید در برابر یک دیکتاتوری اظهار نماید در برابر یک دیکتاتوری ایستاده است تنها به این دلیل می تواند یک سازمان یا حزب دموکراتیک باشد؟ نویسنده به گزارش FBI که مجاهدین را فرقه تروریستی شناخته بودند استناد می کند و به مواردی اشاره می نماید که نشان دهنده تغییر ماهیت یک سازمان تروریستی به یک فرقه خطرناک است. هنگامی که مجاهدین خلق تحت امر صدام حسین بودند، اسرای جنگ ایران و عراق دو امکان داشتند: یا باید در زندانهای رژیم بعثی می ماندند یا به مجاهدین می پیوستند. رجوی با زندگی در شرایط بهتر آنان را فریب داده و وارد پادگان اشرف می کرد. دسته دیگر جوانهایی بودند که به دلیل شرایط بد اقتصادی قصد مهاجرت داشتند و مقصد آنها معمولا ترکیه یا دبی بوده، و اما مجاهدین با وعده کار و ازدواج و پناهندگی در اروپا مقصد آنها را به سمت کمپ اشرف منحرف می‌کردند. مؤسسه راند می‌گوید که 70% ساکنان اشرف به همین طریق فریب این فرقه را خورده و سر از پادگان اشرف در عراق درآوردند که به محض ورود برای پیشگیری از هر گونه اقدام و جدایی یا فرار مدارک شناسایی و پاسپورتشان مصادره میشد. آیا می شود سخنرانی های ظاهرا دموکراسی طلبانه رجوی را باور کرد در حالی که همین سازمان سیاسی می تواند اعضایش را متقاعد کند که خود را زنده زنده به آتش بکشند؟ مجاهدین خلق از پایگاه اوبرسورواز در نزدیکی پاریس سایت های زیادی را پشتیبانی می کند و همه آنها را یک جور اطلاعات و اخبار راجب به ایران منعکس می کند، طوری که به نظر می رسد همه یک اطلاعات درست و از منابع قابل استناد آنان در ایران به دست آمده است، در حالی که من بسیاری از اخبار را بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم که به صورت حرفه‌ای دروغ می گویند. آنها با این روش اینترنت را با اخبار جعلی اشباع می کنند. خانم ناتالی گولر ضمن بررسی فاکت‌های فوق تأکید نموده است که نشانه‌های انحراف فرقه‌ای سازمان مجاهدین از جمله رهبرپرستی، روش‌های بی‌شرمانه دروغ پردازی، تهدید علیه منتقدین، حمله و کارشکنی علیه آزادی‌خواهان و مشخص نبودن منابع مالی مجاهدین، جمع‌آوری پول، سفید کردن پول توسط انجمن‌ها و NGO‌های پوششی و اینکه در نهایت به عنوان سوال پرسیده شده است: به راستی پول مجاهدین از کجا می آید؟ و نتیجه می گیرد با توجه به گذشته مجاهدین خلق دشوار است فکر کنیم سازمانی که همچنان از تمام بیماری های و درد های یک گروه تمامیت خواه مثل کیش شخصیت، فعالیت های تروریستی، منابع مالی پنهان، دروغ، تهمت، تهدید، تخریب چهره شهروندان و مبارزین تحت عنوان افشاگری رنج میبرد به یک سازمان دموکراتیک تبدیل شده باشد. این مختصری بود از دو کتابی که دو نویسنده، یک نماینده مجلس و اون نویسنده نوشته بودند و خوشبختانه ما تنها نیستیم، کسانی هستند صلح طلب، آزادی خواه که این مسائل رو دنبال میکنن و امیدواریم که باز هم یک بار دیگه میگم به رهبریت سازمان، چون میدونم که این فیلم ها رو تماشا میکنن، تا دیر نشده این رژیم در حال سقوط، این رژیم خواه نخواه به زودی سقوط خواهد کرد، نشونه های اون مشخص داره میشه، و برای اینکه اگر بخواییم جای شما و افراد شما و کسان که سالها گول شما رو خوردن جایی در ایران داشته باشن، به راه ملت برگردید و بیاین همه با هم دست در دست هم بگذاریم و این رژیم رو از ساقط کنیم و از ایران بیرون کنیم و همه به استقلال و آزادی برسیم. من ممنونم از شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. فقط اجازه بدیم به دوستان بگم که اگر مایل هستن که با شما تماسی داشته باشن از طریق تلفن یا ایمیل، این شماره تلفنی رو که الان روی صفحه کامپیوتر یا تلویزیون هاشون میبینن 703 957 6150 و ایمیل info@mardomtv.com یا از طریق فیسبوک شما مستقیما
با شما در تماس باشند و امیدواریم که تا برنامه آینده خبرهای خوب و بهتری رو بشنویم و این خبرها رو با دوستان بیننده و شنونده هم در میون بذاریم. مرسی که با ما بودید، به امید روزهای بهتر. مرسی از شما و وقت من دادید و بینندگان عزیزی که وقتشون رو گرفتم. تا هفته آینده، شب بر شما خوش. مرسی.